رسان سعودی به ارتش لبنان 3 میلیارد دلار کمک خواهد کرد. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان روز گذشته اعلام کرد که عربستان سعودی حتی دیدی لبنان خرج کرده بودن. دیدی؟ و شخص من است. عربستان سعودی به ارتش لبنان 3 میلیارد عربستان سعودی پول داده به ارتش لبنان. حواستون باشه، یعنی اینا همه میخوان تو بازیای منطقه‌ای لبنان رو بیان ببلعن. بعد یه عده ناراحتن چرا ما حزب الله رو داریم. میخوام بیان لبنان رو ببلن برای اینکه خواهی حزب الله، برای اینکه شما انداخته حزب الله رو انداخته اونجا به خاطر حزب الله که ایران ساخته تو لبنان که من میخوام اونا دارن کار دفاعی میکنن علیه کارهایی که شما دارین میکنین تو خاورمیانه. خیلی ببینید، من میدونی چیه وقتی که میبینم یه عده ایرانی دفاع میکنن از خانم علی نژاد ها و این رسانه هایی که با بودجه های همین خود سری آمریکا بودجهش خیلی بیشتر از 22 میلیون دلار در ساله. یعنی صدای آمریکا بیا به ما میذاره به فرست پاس میلیون ها 50 میلیون دلار فقط بودجه سالانه سعودی نشناله که بیاد به من تو بگه که آقای قاسم سلیمانی 22 میلیون دلار داده مثلا به خط مقاومت. وقتی که ایرانی ها اینها رو رصد میکنن و اینها رو پروموت میکنن و میان این مسائل رو تو جامعه میکشونن، من بعضی وقتا با خودم میدونید چی میگم، با اینکه عاشق ایرانم میگم میدونید چیه، ولی حق این مردمه. مردم ما کسانی که در این حوزه دفاع میکنن لیاقت زندگی ندارن. وا نگاه کن ببین، کسی که به خاک ایران اینقدر علاقه داره به مردم ایران اینجوری فکر میکنه. میبینی چجوری حرف میزنه؟ یعنی ببین این خاک پرستی، انقدر مردم تعصب دارن به خاک یک کشور که اصلا یادشون میره که اصلا چی مهمه. مردم به جای که تعصب داشته باشن به راحتی، به امنیت، به مردم، به رفاه مردم، به اینکه غذا داشته باشن، به اینکه بتونن زندگی خوب داشته باشن، انقدر تعصب داری به خاکی که زیر پاشونه که حاضری جون مردم رو بخواید فدای اون خاک بکنی. میدونی بذار من یه داستانی راجع به بگم. تو سال 1945 وقتی آلمان و ژاپن جهانی دوم تموم میشه، خب چرچیل توی انگلیس خیلی محبوب بود دیگه، جنگ رو برده بود، واقعا محبوبیت خیلی زیادی داشت توی اون سال. ولی اون سال حزبش یعنی حزب محافظه‌کار کانسرواتیوا توی انتخابات به سختی شکست بخورن، با اینکه محبوبیت چرچیل خیلی زیاد بود. و دلیلش هم این بود که حزب کارگر، حزب مخالفشون، میگفت که ما میخواییم بیمه همگانی بدیم به همه، همین بیمه که دارن الان، و شعارشون این بود. ولی شعار چرچیل در مقابل امپراتوری بود، میگفت من امپراتوری انگلیس رو میخوام برگردونم به اون اوجش و اینا بعد جنگ. ولی مردم خب ترجیح میدادن که وقتی مریض میشن دکتر داشته باشن تا اینکه مثلا یه امپراتوری بزرگ داشته باشن. تازه این امپراتوری که جمهوری اسلامی میخواد درست کنه تازه هیچ سنخیتی با امپراتوری بریتانیای کبیر نداره، ولی با این حال بازم مردم اونجا هم فهمیده بودن که در واقع خربوزه آبه، باید فکر نون باشن، فکر این باشن که وقتی مریض شدن بتونن برن دکتر، وقتی نون نداشتن یکی باشه بهشون نون بده، رفاه داشته باشن. ولی مردم ما الان از سال 1945 چقدر گذشته الان؟ 70 سال بیشتر گذشته، 75 سال، ولی الان هنوز این آقا داره به ما وعده امپراتوری و این صحبت ها میده. واقعا بچگانه است این مردم که میخوان مرزاشون گنده تر باشه، امپراتوری برگرده. انگار چه ربطی داره زندگی مردم، چه ربطی داره این که به مرزاتون چقدر تر کشورتون گنده باشه. اینا فکر میکنن هرچی بزرگی دوباره فکر شغل و فکر نمیدونم بیمه و فکر خیلی چیزای دیگه باشه. اینا فکر میکنن هر چی کشور بزرگتر باشه بهتر، بزرگتر بهتر. چه ربطی داره به زندگی مردم؟ چه ربطی داره که چقدر کشورتون گنده باز؟ اینا یه مقدار فکر کنم تستوسترونشون یه مقدار بالا رفته. میگم من کشورم از کشور تو گنده تره. او باریکلا چه خواهد عالی. این حوزه دفاع میکنن لیاقت زندگی ندارن، برای اینکه حتی پینوکیو بعد از 22 قسمت آدم شد. چجوری شماها آدم نمیشید؟ چجوری وقتی خانم علی نژاد میاد هشتگ چمدان دلار میزنه میرید لایک میدید؟ حتما بعد سرتون بیاد. شماها ملت بیچشم روی هستید. قاسم سلیمانی ها خیلی از سر شما ملت زیادن. یک تار موی قاسم سلیمانی ها با همتون، اصلا
اصلا قابل مقایسه نیستید. آخه بیشعوری حدی داره برادر من، خواهر من بیشعوری حدی داره، مادر من بیشعوری حدی داره، پدر من بیشعوری حدی داره. قاسم سلیمانی مگه دلار رو تو جیبش گذاشته؟ مگه آخه من نمیفهمم. البته اینو به نظرم درست میگه که میگن سردار چمدانی این صحبت ها، یه جوری میگن که انگار مثلا برای خودش برداشته. خب کاش برای خودش برمیداشت به بهتر بود. شما فرض کنم مثلا قاتلی، خب شما قاتلی، من بیام به شما بگم دوست، تهمت دارم بهت میزنم دیگه. درست شاید مثلا قاتل از دوست بدتر باشه، ولی دیگه نمیتونم بهت بگم دوست. الان این که یارو که دزدی که نکرده که، یعنی برای خودش برم... نه دزدیه، نه من قبول ندارم. تو اگه بری پول یه نفر رو بدزدی، اگه برای خودت برنداری بری بد یه نفر دیگه، که اینکه معنیش اینه که دزدی نکردی چون خودت نگاش نداشتی. پول کیو دزدیده؟ پول مردم ایران دزدیدی؟ نه پولی که خب بالاخره دولت و اینا دیگه. نه این پول مردم ایران رو بدون رضایتشون داری میری حمایت کشور گروه تروریستی. این دزدی، این به حالا آره این دزدی از پول مردم ایرانه، چون خودت نگه نداشتی معنیش نیست که دزدی نیست به نظر من. آخه پول مردم ایران خب دولت ایران تصمیم گرفته که بده مثلا به اونا. من نمیگم تصمیمشون غلط نیست، منم مخالفم با تصمیم، ولی نمیشه اسمش رو دزدی گذاشت. من خیلی مشکل ندارم که بگیم دزدی. من نمی‌کنم شماها اینقدر بی شعور باشید. دلار. البته آمریکا هم به تقویت میگه هر موشک 60,000 دلار، حالا البته مقامات دیگه شون گفتن 120,000 دلاره، 130,000 دلاره. مقامات حالا امروز برنامه دارم از ارتشیاشون گفتن. در حقیقت ما 4 تا حلبی اونجا رو زمین میزنیم توی سوریه. در حقیقت باور کنید این اسرائیل نیست که وقتی که میاد پایگاه ما رو تو سوریه موشک باران میکنه، در حقیقت اون ما رو موشک باران نمیکنه، ما داریم چیکار میکنیم؟ موشکای اونا رو میگیریم، چون اون داره 130,000 دلار هر موشکی به ما شلیک میکنه که 4 تا تیر و تخته رو مثلا از بین ببره. خیلی احمقه. تو این نمیدونه که چقدر این کارهایی که مثلا ایران تو سوریه اینو کرده واقعا سرمایه هایی که این ببین، این باید برای اینکه ایران داره توی منطقه جمهوری اسلامی هی داره توی منطقه هی شکست میخوره. خب اینا انقدر شکستشون زیاده که باید هی بیان هی داستانهای خودشون رو بسازن که چجوری ما شکست نخوریم. تمام همه کارهایی که تو سوریه دارن میکنن و اسرائیل اومده زده، خب این هی میاد میگه که نه این چیزی نیست، این چی نیست، این تیر و تخته و موشکاشون گرونه. ما در واقع اینا که میان ما رو میزنن، مثلا یه تارگت 20,000 دلاری رو مثلا با یه موشک 60,000 دلاری میزنن، ما 40,000 تا اونا رو به سر واقعا برای خودش داستان میسازه. آدم ها مثلا با دیه حساب میکنه، مثلا حساب میکنه میگه دیه یه آدم چقدره، مثلا 250 میلیون میشه، چقدر میشه حدود مثلا 10,000 دلار. شما مثلا یه موشک برای آدم بزنی 60,000 دلار، 10,000 دلار، 50,000 دلار، در واقع ما داریم به شما ضرر میزنیم. در مورد قاسم سلیمانی هم آره، یعنی آره ببین آره این بزرگ، حتی فقط قاسم سلیمانی حالا انقدر مهم بود خیلی شنیدن، ولی کلی از این سردارای دیگه شون توی مال سپاه قدس و اینا هی موشکای اسرائیلی تو سرشون خونده، هی دارن تو کیسه برمیگردن به ایران. خب بعد میگه که آره بیاین ما موشکاتونو داریم میگیریم، آره موشکاتونو با تو سر سردارای سپاه قدستون داره از اسرائیل میگیره. اوه چقدر هزینه برای اسرائیل. ببین یه چیزی که درباره موساد باید شما بدونین، درباره مثلا شرکت های اطلاعاتی، نه شرکت های چی بگم بهش، سازمان های اطلاعاتی اسرائیل باید بدونین، اینه که اینا واقعا از لحاظ اطلاعات جمع آوری کردن اصلا تو فقط CIA میتونه ازشون بهتر باشه. یعنی هیچ کشوری نزدیک به اینا نیست از لحاظ اطلاعاتی. یعنی اینا وقتی یه جا رو مثلا تو سوریه، مثلا یکی از این کارهایی که مثلا چی میگن سنتر، چی بگم، یکی از این کارهای ارتشی که مثلا توی ایران داره تو سوریه رو میکنه، وقتی میزنن اینا میدونن چقدر هزینه داره برای این، اینا کلی نقشه های ایران رو تو سوریه رو اصلا کلا نابود کردن. ببین اینا کسایی هستن که تونستن با کلی هزینه، این حرفایی که درباره ایران داره درباره جمهوری اسلامی میزنه برعکسش درسته درباره موساد، برای که موساد واقعا تونسته با هزینه های خیلی کم بیاد این مرکزهای سانتریفیوژ ایران رو داغون کنه، با هزینه خیلی کم تونسته مثلا فخری زاده با هزینه خیلی کم
بدون جنگ، بدون ارتش، بدون هیچی. یه دونه فخری فخری زاده رو چه جوری زدن؟ فخری زاده رو چه جوری زدن؟ یعنی همه این پوزایی رو که داره میاد که در برای جمهوری اسلامی همش برعکس در برای اسرائیل درسته که چقدر تونستن با هزینه های خیلی کم انقدر هزینه بشن برای جمهوری اسلامی. واقعا نابغه بودن با یه ویروس. دیدی چجوری با یه ویروس یکی اصلا تونستن استاکسنت برای آمریکا بود اصلا آره واقعا با کمترین هزینه تونستن بلاهای سر جمهوری اسلامی بیارن. ولی نمیدونم من چی داره میگه. این میگه اینا تو چوب تخته بود. آره جون خودت، ما دیدیم که چقدر انقدر همه رپورتایی که نشون میده که اینا چی بوده، مثلا منبع موشک و منبع مثلا آدمای اصلیش رو زدن کشته شدن، همه اینا رو میذاره کنار. ما باید همه بیننده هاش باید فقط باور کنن که امید دانا میگه اینا آره 2000 دلار چوب تخته بود شما اونا رو زدین. آره اینا حتما خودشون با ماهواره ندیدن که دارن چی رو میزنن. یعنی تو امیدانا میدونه که اونجا چی بود. موساد با عکسای ماهواره‌ایشون با کمک CIA و با جاسوسایی که رو زمین دارن و اینا، اونا این همه اومدن پولای خودشون دارن حروم میکنن. موشکای 1300 دلاری 1130000 دلاری میندازن روی یه چیزی که ارزشش نداره، ولی امید دانا که روی یوتیوب یه برنامه داره، یوتیوب تویچ برنامه داره، اون یه دسترسی به اطلاعاتی داره که موساد و CIA ندارن و این دیده که اینا 2000 دلار بیشتر ارزشش نداره و اینا موشکاشون رو حروم کردن. آره جون خودت. آره اینا اصلا تو این بحث همین فخری زاده اصلا مشخص شد که موساد اصلا نمیدونه. آره یه بارم بهتون گفتم که حالا امروز یه برنامه بسیار جذابی در مورد رزمایش رکنال شدید بچه های حماس خواهم داشت که اونجا خواهم گفتش که چگونه ما تونستیم تو غزه اینقدر سلاح ببریم. و یک بار من به اسرائیلیا گفتم اگه فکر کردی که ایران پایگاهاشو روی زمین میذاره میشه جونت بزن، ولی همونایی که داری میزنی 4 تا تیر و تخته است. اگه پایگاهشون رو زمین نمیذارن کجا داره میذاره؟ هیچ قیمتی نداره. ولی تو داری موشک کلمه که داشتم دنبالش میگشتم همین بود. پایگاه 30-40,000 دلاری خرج میکنی. حالا اینجا تو بی بی سی میخواد تقلیلش بده میگه 60,000 دلار. باور کن 60,000 دلار 30,000 دلار برای موشکاشون نسبت به چیزی که ضربه که به ایران میزنن واقعا هیچی نیست. یا من دروغ میگم بی بی سی راست میگه؟ 60,000 دلار موشکی 60,000 دلار هیچی نیست تو بودجه ارتشای مثلا اسرائیل. ما دوز واکسن حساب کنیم. 60,000 دلار واقعا هیچی نیست. شما فکر میکنی که این اصلا براشون مهمه؟ وقتی که دارن میان یک کار میکنن علیه جمهوری اسلامی تو سوریه، شما فکر میکنی 60,000 دلار برای اینا پولیه؟ امسال 225 میلیون دلار برای نگهداری و تقویت این سیستم کمک کرد. فقط نگهداری، این که بخوان ترتمیز کنن نگهداری کنن موشکاشون استایی 225 میلیون دلار. قاسم سلیمانی چقدر داره؟ خورد این رقم رو نگاه کن. این 225 دلار، اون 25 میلیون دلار، تا 5-3 میلیون هم از اون کم کن، 22 میلیون داده بچه های حماس چیکار کنه که اینا فقط، یعنی چه هزینه ای قاسم سلیمانی رو دوش اسرائیل گذاشته؟ خب اگه قاسم سلیمانی اینقدر عالی بوده و تو میگی اینا تونستن با تو این همه اینقدر عالی بوده، اینقدر برای شما مفید بوده که تونسته با هزینه کم این همه بلا سر اونا بیاره، خب پس چقدر عالی که اونا تونستن قاسم سلیمانی رو بزنن. هی میگه اونا نمیتونن برای ما هزینه بسازن، درسته؟ ولی اگه این همه داری قاسم سلیمانی رو بزرگ میکنی، خب اونا به راحتی اومدن قاسم سلیمانی رو زدن. پس این پولایی که خرج کردن 225 میلیون دلار، موشکای 60,000 دلارشون ارزشش رو داشت دیگه. یه کسی که تو انقدر داری میگی انقدر برای ایران مهم بود و به این راحتی اومدن حذف کردن، خب پس این خرجی که کردن، هزینه‌ای رو که باید برای جمهوری اسلامی میذاشت و گذاشت، درسته؟ به این میگی که پایگاه ایران رو زمین نیستن تو سوریه، شما تیر و تخته داری میزنی. یعنی اسرائیل تو تهران میتونه بزنه ولی تو سوریه نمیتونه بزنه. تو سوریه تیر و تخته میزنه ولی دقیقاً تو تهران تیر و تخته نمیزنه، نیسان آبی میزنه. که اینا
203 میلیون دلار بیشتر از هزینه‌ای که قاسم سلیمانی گذاشتن شده 225 میلیون دلار که چیکار کنن؟ که جلوی بچه‌های حماس رو بگیرن. حماس چجوری شکل گرفته؟ با 22 میلیون دلار در. با 22 میلیون دلار چرت و پرت دیگه. مرسی که بیشتر از این نمیتونه بگه. اصلا حماس من بهت بگم این نکته یادم بود. با 22 میگه حماس واقعا با همون 22 میلیون شکل گرفته. ایداد بیداد بگو. سوریه حماس بر علیه جمهوری اسلامی می‌جنگی. بر مخالف بشار اسد بود حماس. یعنی این همه این پولایی که 22 میلیون دارن که دادن همه رو بردن تیر و ترکش کردن زدن تو سر کله همینا. این حماس هم اصلا باور کن تا وقتی که تا ایران دیگه پولش نداشته باشه بده میره طرف ترکیه و اینجور چیزا. اصلا هیچ وفاداری به هیچ مثل حزب الله نیست وفادار. حتی حزب الله هم وفاداریش رو بدون پول از ایران به جمهوری اسلامی دست میده. هم ایدئولوژیکه. آره دیرتر ولی باور کن حتی اونا هم حماس اول اونا یه مقدار دیرتر، ولی وقتی که قیمت نفت سقوط بکنه من فکر کنم حزب الله هم وفاداریش از جمهوری اسلامی دست میده. ولی حماس همون روز اول میره سراغ ترکیه، میره سراغ دیگه. ببین قیمت نفت باید واقعا سقوط کنه، خیلی به نفع همه دنیا میشه. در سال ولی اونا در سال چقدر خرج میکنن که بخوان فقط نگهداری لوازمشون رو. ببین ما چه هزینه سازی برای اینا کردیم، خاک تو سرت کنم ویز ویزی.